امسال شاهد یه لیگ خوب با کیفیت. رئیس سازمان لیگ فوتبال امروز به برخی ابهامات پاسخ داد. 29 ما 4 تا گزینه قهرمانی داشتیم که مهمترین بخش صحبت‌های بهاروند پاسخ به اظهارات مدیرعامل سپاهان در واکنش به تقسیم مساوی تماشاگران در بازی نیمه نهایی جام حذفی بود. بحث 50-50 یک دفعه ظرف این چند روز این بحث مطرح شده. ما مصر به انجام شاسی و انجام خواهیم داد و باشگاه فرال نمیتونه سنگ تعریف کنه برای سازمان دیگه. این یه قانون برای همه هستش. چرا تا الان به هیچ وجه ابلاغ نشده به هیچ باشگاه؟ شما اگه یک تیم اومده که گفته آقا من میخوام ببرم داخل استودیو، ما نذاشتیم یا گفتیم در 90، شما یک بار بیاد که ما گفتیم جامعزی در 90، اشتباه ما بوده که تو سایت نذاشتیم که باید میذاشتن. من فکر میکنم که یک صحبتی شده بوده، یک قراری گذاشته شده بوده در سال گذشته علو قول آقایان و این در فایلی نگهداری میشده، احتمالاً به امضای هیئت رئیسه سازمان لیگ هم نرسیده. براشون ارسال کردیم که این قضیه این آینامشه. حالا اگه دوستان اینجا من ندیدم من نمیدونم، چون برای تو سپاهان چند تا مدیر عامل عوض شده. حالا سپاهانی ها تهدید به کنارگیری از جام حذفی کردن. و اگر چنین باشه شاید اصلا ما از جام حذفی کنارگیری کنیم. باید که حتما اعلام کنن اینو. برای اونم ما میریم تو عرصه تصمیم میگیریم. رئیس سازمان لیگ درباره زمان آغاز لیگ برتر 19 هم گفت. قطعا ما دنبالیم که انشالله 10 مرداد لیگ شروع بشه. شرایط حضور تیم ها و تعداد بازیکنان. لیگ برتر باید 14 روز قبل 14 تا بازیکن ریجستر بشه و ثبت نام بشه. و اگه نشه ما کی میذاریم جاشون؟ تیم های لیگ برتر میتونن 18 تا بازیکن بزرگسال بگیرن، 3 تا زیر 25 سال از همون باشگاه، 9 تا زیر 20 سال بگیرن، 30 تا جوانان و امید که 15 میشه. و زمان نقل و انتقالات فصل آینده. نقل و انتقالات هم که شما میدونید 16 خرداد اعلام کردیم، از 16 خرداد لغو 6 شهریور. بهاروند در پاسخ به اینکه اگر قهرمان لیگ و جام حذفی یک تیم باشه تکلیف سوپر جام چی میشه گفت فعلا برنامه شما فعلا هیچ پیش بینی نکردیم اینو. با برگزاری بازی های نیمه نهایی و فینال جام حذفی در تاریخ 8 و 12 خرداد فصل فوتبالی 97-98 به پایان میرسه. حالا تیم‌های اول تا 14 جدول رده‌بندی لیگ برتر فصلی که به پایان رسید به همراه تیم‌های گلگهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر حدود 2 ماه فرصت دارن تا خودشون آماده 19 دوره لیگ برتر فوتبال کنن.